سرپرست وزارت دفاع ملی در گفتگو با شبکه العربیه نگرانی‌های جهانی بابت تهدیدهای القاعده از خاک افغانستان را بیجا می‌خواند و تاکید می‌کند که القاعده در افغانستان حضور ندارد و نیز امارت اسلامی نیاز به همکاری آمریکا ندارد. ملا محمد یعقوب مجاهد همچنان وجود هر گونه ارتباط امارت اسلامی با حمله به ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده در کابل را تکذیب می‌کند. القاعده په افغانستان کې وجود نه لري. این ادعا کاملا دروغ است که القاعده و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. کسی که این ادعا را می کند ثابت بسازد و اسناد را با امارت اسلامی افغانستان شریک سازد تا در مقابل آن اقدامات لازم صورت گیرد. در غیر آن قضاوت نادرست در مورد امارت اسلامی عادلانه نیست. آقای مجاهد در این گفتگو از حملات هوایی آمریکا و نقض حریم هوایی افغانستان به شدت انتقاد کرده و گفته که اغلب طیاره‌هایی که حریم فضایی افغانستان را نقض می‌کنند از پاکستان پرواز می‌نمایند. او از آمریکا خواسته که از نقض حریم هوایی افغانستان دست بردارد. گشت و گذار طیاره‌های بی پیلوت آمریکا در فضای افغانستان خلاف تعهدنامه دوحه است و باید از این عمل خود آمریکا جلوگیری کند و با داشتن تعامل مثبت روابط خود را با امارت مستحکم سازد. اغلب طیاره‌هایی که حریم هوایی افغانستان را نقض می‌کنند از پاکستان پرواز دارند. سرپرست وزارت دفاع ملی تأکید کرده است که امارت اسلامی طرفدار تعامل مثبت با همه کشورها است و جامعه جهانی باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. ما خواهان روابط متقابل خوب با جامعه بین المللی هستیم و از تمام کشورها به خصوص از آمریکا و کشورهای اسلامی می خواهیم که حکومت ما را به رسمیت بشناسند، چون ما به تعهدات خود که در دوحه توافق کرده بودیم عمل کردیم. آقای مجاهد همچنان در قسمت فرار اشرف غنی گفته است که امارت اسلامی نه تنها قصد کشتن او را نداشت، بل برای اشرف غنی اهمیت قائل نبوده است. سرپرست وزارت دفاع ملی تاکید کرده است که به چهره های آزمایش شده دولت قبلی در نظام امارت اسلامی جا دادن نخواهد شد. او همچنان اظهار داشته است که امارت اسلامی با هیچ کسی به اساس قومیت، زبان و سمت تعامل نخواهد کرد.